به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره انعام. ستایش خدای یکتا راست که آسمان و زمین را آفرید و روشنی و تاریکی را مقرر داشت. باز کافران به خدای خود شرک می آورند. اوست خدایی که شما را از خاک بیافرید، پس فرمان اجل و مرگ را بر همه کس مسلط کرد و اجلی که معین و معلوم است به نزد اوست، پس باز شک در آیات قدرتش خواهید کرد و اوست خدا در همه آسمان ها و زمین که از نهان و آشکار امور شما با خبر است و بدان چه می کنید آگاه است. هیچ آیتی از آیتهای الهی بر اینان نیامد جز آن که از آن روی گردانیدند، حق را که بر آنها آمد جدن تکذیب کردند، پس به زودی خبر آنان که حق را به فسوس و سخریه گرفتند به شما می رسد. آیا ندیدی که ما پیش از ایشان چه بسیار گروهی را هلاک نمودیم و حال آنکه در زمین به آنها قدرت و تمکینی داده بودیم که شما را نداده ایم و از آسمان بر آنها باران رحمت پیوسته فرستادیم و نهرها در زمین بر آنان جاری ساختیم، پس چون جهل و عناد ورزیدند و نافرمانی کردند آنها را هلاک نمودیم و گروهی دیگر را بعد از آنها برانگیختیم. و اگر ما کتابی بر تو فرستیم در کاغذی که آن را به دست خود لمس کنند، باز کافران گویند این کتاب نیست مگر سحر آشکار، و گفتند چرا بر او فرشته نازل نمی شود، چنانچه فرشته بفرستیم کار تمام شود. و دیگر لحظه ای آنها مهلت نخواهند یافت. و چنانچه فرشته ای نیز به رسالت فرستیم، هم او را به صورت بشری درآوریم و بر آنان همان لباس که مردمان پوشند بپوشانیم. ای پیغمبر، پیش از تو هم امم گذشته پیغمبران خود را سخت فسوس و استهزا می کردند، پس آنان را وبال و کیفر این اعمال دامنگیر شد. بگو ای پیغمبر که در روی زمین بگردید و از حال امم گذشته جویا شوید تا عاقبت سخت آنها که تکذیب کردن مشاهده کنید. ای پیغمبر، از این مشرکان بپرس که هرچه در آسمانها و زمین موجود است ملک کیست؟ تو بازگو که همه ملک خداست.
که برخیش رحمت و بخشایش را فرض و لازم کرده و البته شما را در روز قیامت که بی هیچ شک خواهد آمد جمع می گرداند، ولی کسانی که خود را در زیان افکندند ایمان نمی آورند. هرچه در شب و روز آرامش یافته همه ملک خداست و او شنوا و دانای همه امور است. بگو ای پیغمبر، آیا غیر خدا را به یاری و دوستی برمی گزینید؟ در صورتی که آفریننده آسمان و زمین خداست و او به خلق طعام و روزی می بخشد و خود از طعام بی نیاز است، بگو ای رسول من مأمورم که اول شخصی که تسلیم حکم خدا باشد، اول شخصی که تسلیم حکم خداست باشم، و نیز مرا گفتند که البته از گروهی که به خدا شرک آورند نباشم. بگو من اگر نافرمانی خدای خود کنم از عذاب آن روز بزرگ سخت می ترسم که هر کس در آن روز از عذاب برهد همانا به رحمت خدا تا ابد نائل گردد و این فیروزی و سعادتی آشکار است. و اگر از خدا به تو ضرری رسد، هیچ کس جز خدا نتواند تو را از آن ضرر برهاند. و اگر از او به تو خیری رسد، هیچ کس تو را از آن منع نتواند کرد که او بر هر چیز تواناست. بگو ای پیغمبر، خدا کمال اقتدار و توانایی را بر بندگان دارد و همیشه او درست کار و به همه امور عالم آگاه است. بگو ای پیغمبر، چه گواهی بزرگتر است؟ بگو خدا میان من و شما گواه است و وحی می کند به من آیات این قرآن را تا به آن شما و هر کس از افراد بشر را که خبر این قرآن به او رسد پند دهم و بترسانم که با خدای یکتا از عواقب کفر و عصیان آیا شما گواهی دهید که با خدای یکتا خدایان دیگری موجود است؟ بگو من این گواهی ندهم. بگو محققا جز خدای یکتا هیچ خدایی نیست و من از آنچه شما شریک خدا قرار می دهید بیزارم. آنان که ما کتاب تورات و انجیل را به آنها فرستادیم
با آن که او را به مانند فرزندان خود می شناسند، هم آنها هستند که خود را به زیان انداختند. و ایمان نمی آورند. کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بست یا آیات خدا را تکذیب کرد؟ هرگز ستمکاران را رستگاری نخواهد بود. و روزی که همه آنها را جمع آوریم، پس به آنها که به خدا شرک آوردند گوییم به کجا شدند آنها که با گمان شما شریک خدا بودند؟ پس از آن همه فریفتگی به بتان، در پیشگاه حق عذری نیابند جز آن که از بتان بیزاری جسته و به دروغ گویند ما هرگز شرک به خدا نیاوردیم. بنگر که چگونه خود را تکذیب کردند و آنچه به دروغ بر خدا بسته و شریک حق قرار دادند همه محو و نابود شدند. بعضی از آنان به سخن تو گوش فرا دادند، ولی ما به واسطه عنادشان با رسول حق پرده بر دلهاشان نهادیم که فهم آن سخنان نتوانند کرد و گوشهای آنها از شنیدن حق سنگین است، که اگر همه آیات الهی را مشاهده کنند باز بدان ایمان نمی آورند. تا آنجا که چون نزد تو آیند در مقام مجادله برآمده و گویند این آیات چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست، همین کسانند که هم مردم را از فیض آیات خدا منع می کنند و هم خود را از فیض و رحمت آن محروم می دارند و غافل از آنند که تنها خود را به هلاکت می افکنند و اگر حال سخت آنها را هنگامی که بر آتش دوزخشان باز دارند مشاهده کنی، که در آن حال با نهایت حسرت می گویند ای کاش ما را به دنیا باز می گردانیدند تا دیگر ابدا آیات خدای خود را تکذیب نکرده و بدان ایمان می آوردیم. آری احوال قیامت که پیش از این بر آنها مستور بود آشکار شود و اگر بار دیگر هم به دنیا برگردند باز همان اعمال زشتی که از آن نهی شدند اعاده خواهند کرد و دروغ میگویند که دیگر کار بد نخواهیم کرد و کافران گفتند جز همین زندگانی دنیا زندگی دیگر نخواهد بود و ما هرگز بعد از مرگ زنده نخواهیم شد. اگر سختی حال آنها را آنگاه که در پیشگاه عدل خدا
بازداشته شوند مشاهده کنی، که خدا به آنها خطاب کند آیا عذاب قیامت حق نبود؟ جواب دهند پروردگارا قسم به ذات شما که همه حق بود. پس خدا عتاب فرماید که اینک عذاب را به کیفر کفرتان بچشید. آنان که قیامت و لقای خدا را تکذیب کردند البته زیانکار شدند. پس آنگاه که ساعت قیامت ناگهان آنها را فرا رسد گویند وای بر ما که آسایش و سعادت این روز خود را از دست بدادیم. پس بار گناهان خیش را بر پشت گیرند، آری بار گرانی به دوش می گیرند. دنیا جز بازیچه کودکان، دنیا جز بازیچه کودکان و هوسرانی بیخردان هیچ نیست و همانا سرای دیگر اهل تقوا را از سرای دنیا بسیار نیکوتر است. آیا تعقل و اندیشه در این گفتار نمی کنند؟ ما می دانیم که کافران در تکذیب تو سخنانی می گویند که تو را افسرده و غمگین می سازد. آن ستمکاران نه تنها تو را بلکه همه آیات و رسولان خدا را انکار کردند. چقدر پیغمبران پیش از تو را هم تکذیب کردند که آنها با همه اذیت‌های منکران صبر و تحمل کردند تا آنگاه که عنایت و یاری ما شامل حال آنها شد. هیچ کس کلمات خدا را تغییر نتواند داد و اخبار پیغمبران پیش به تو رسید. ای پیغمبر، چنانچه انکار و اعتراض آنها تو را سخت می آید، اگر توانی نقبی در زمین بساز یا نردبانی بر آسمان برافراز تا آیتی بر آنها آوری، و اگر خدا می خواست همه را مجتمع بر هدایت می کرد، پس از آن جاهلان مباش. ای رسول، دعوت تو را تنها زنده دلان عالم که گوش شنوا دارند اجابت کنند و کافران و مرده دلان را خدا در روز قیامت از خاک برانگیزد و به سوی او باز خواهند گشت. و کافران گفتند چرا بر او معجزه و حجتی از خدا فرود نیامد؟ بگو ای پیغمبر، خدا بر این که آیتی فرستد قادر است، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند و از قدرت کامله خدا بی خبرند. محققا بدانید که هر جنبنده‌ای در زمین
و هر پرنده‌ای که به دو بال در هوا پرواز می‌کند، همگی طایفه مانند شما نوع بشر هستند. ما در کتاب آفرینش بیان هیچ چیز را فروگذار نکردیم. آنگاه هر کس را خواهد، همه به سوی پروردگار خود محشور می شوند. و آنان که آیات خدا را تکذیب کردند، کر و گنگ در ظلمات جهل به سر برند. و مشیت الهی هر کس را خواهد، هر کس را خواهد گمراه سازد، یعنی پس از اتمام حجت او را به خود واگذار کند. و هر که را خواهد به راه راست هدایت کند. بگو ای پیغمبر که اگر عذاب خدا یا ساعت مرگ شما را فرا رسد، چه خواهید کرد؟ آیا در آن ساعت سخت غیر خدا را می خوانید اگر راست می گویید؟ بلکه در آن هنگام تنها خدا را می خوانید، تا اگر مشیت او قرار گرفت شما را از سختی برهاند و آنچه را که با خدا شریک قرار می دادید به کلی فراموش می کنید. و ما پیغمبرانی به سوی امتان پیش از تو فرستادیم، چون اطاعت آنها نکردند به بلا و مصیبت‌ها گرفتارشان ساختیم. شاید که به درگاه خدا گریه و زاری کنند. چرا وقتی که بلای ما به آنها می رسید توبه و تضرع و زاری نکردند؟ بدین سبب که دلهاشان را قساوت فرا گرفت و شیطان کردار زشت آنها را در نظرشان زیبا نمود. پس چون آنچه از نعم الهی به آنها تذکر داده شد، همه را فراموش نمودند. ما هم ابواب هر نعمت را برای اتمام حجت به روی آنها گشودیم، تا به نعمتی که به آنها داده شد شادمان و مغرور شدند. پس ناگاه آنها را به کیفر اعمالشان گرفتار کردیم، که آن هنگام خار ناامید گردیدند. پس به کیفر ستمگری ریشه ریشه گروه ظالمان کنده شد و ستایش خدای را که پروردگان جهانیان است و خلاق عوالم بی پایان است. بگو ای پیغمبر، اگر خدا گوش و چشمهای شما گرفت و مهر بر دل شما نهاد، تا آنکه کر و کور و جاهل شدید، آیا خدایی غیر خدا هست که این نعمتها به شما بازدهد؟
بنگر که ما چگونه آیات را روشن می‌گردانیم، باز آنها چگونه اعراض می‌کنند. بگو ای پیغمبر چه خواهید کرد؟ اگر عذاب خدا شما را به ناگاه پنهان یا آشکار در رسد، آیا کسی به جز گروه ستمکار هلاک خواهد شد؟ ما پیغمبران را جز بر آن که خوبان را به رحمت حق مژده دهند و بدان را از قهرش بترسانند نفرستادیم. سپس هر کس ایمان آورد و کار شایسته کرد، هرگز بر او از هر چه پیش آید بیمی نیست و ابدا اندوهگین از هیچ حادثه ای نخواهد بود. و هر که آیات ما را تکذیب کرد، به آنها در اثر فسق و زشتکاری بسی عذاب و ناگواری خواهد رسید. بگو ای پیغمبر، من شما را نمیگویم که گنجهای خدا نزد من است و نه آنکه از غیب الهی آگاهم، و نمیگویم که من فرشته‌ام. من پیروی نمی کنم جز آنچرا که به من وحی می رسد. بگو آیا کور و بینا برابرند؟ آیا فکر و اندیشه نمی کنند که عالم و جاهل یکسان نیست؟ و آنان را که از حضور در پیشگاه عدل خدا ترسان و هراسانند، به آیات قرآن متنبه ساز و بترسان که جز خدا آنها را یاوری و شفیعی نیست، باشد که پرهیزکار شوند. آنان را که صبح و شام خدا را می‌خوانند و مراد و مقصد ایشان فقط خداست، زنهار آنها را از خود مران که نه چیزی از حساب آنها بر تو و نه چیزی از حساب تو بر آنهاست. پس تو اگر آن خدا پرستان را از خود برانی، از ستمکاران عالم خواهی بود.